نگاهی به روزهایی که خمینی در بهمن سال 57 در روز 12 بهمن سال 57 خمینی وارد کشور شد و در طول این 10 روز طوری عمل کرده نیروهای طرفدار خمینی به گونه‌ای بود مردم رو به گونه‌ای مردم منسجم شدند و طی 10 روز روز 22 بهمن به پیروزی رسیدند و خمینی به عنوان رهبر این نهضت به قول خودشون و یا این انقلاب ننگین ایران رو تسخیر کرد. می شود از تجربیات این 10 روزی که موجب شد خمینی پیروز بشه از اونها در انقلاب نوین، انقلاب کنونی که مردم دارن مبارزه می کنن تا به نتیجه برسند و پیروز بشند رو با بررسی می تونیم از اون تجربیات استفاده کنیم. در اون 10 روز 12 بهمن تا 22 بهمن سال 57 مجموع اتفاقاتی رخ داد که در نهایت منجر به پیروزی خمینی شد و حتی بعدها این 10 روز رو به عنوان دهه فجر که بعدها به دهه زجر معروف شده بود، این 10 روز رو به عنوان 10 روزی که نتیجه داد و پیروزی جمهوری اسلامی رو رقم زد و ما می توانیم از اون 10 روز نکات مثبتی که موجب شد مردم پیروز بشن و وقایعی که رخ داد رو بررسی کنیم. در روز 12 بهمن که خمینی اومد، مردم رفتن فرودگاه و از فرودگاه رفت بهشت زهرا و سخنرانی کرد و عده زیادی از مردم اومدن به استقبال و در مراسم بهشت زهرا شرکت کردند. روز 13 بهمن خمینی از ارتش درخواست کرد به مردم بپیوندند و به صف مردم ملحق بشند که شاپور بختیار نخست وزیر دولت شاهنشاهی همون روز در مصاحبه گفت من همچنان مشتاق دیدار با خمینی هستم. و یاسر عرفات از فلسطین جزو تشکیلات خودگردان فلسطین بود، روز 13 بهمن 57 با خمینی و یارانش به قول معروف اعلام وفاداری کرد و جبهه مقاومت رو از پشتیبانان خمینی معرفی کرد. روز 14 کوچه ها و خیابان های اطراف جایی که خمینی در مدرسه علوی به حساب مستقر شده بود با مطبوعاتی ها نشست صحبت کرد. اهل قلم و کسانی که در مطبوعات بودند به اونها شروع کرد خط دادن که چگونه در روزنامه ها چی بنویسند، چی کار کنند تا راه و چاه پیروزی رو سرعت بهش ببخشند. روز 15 خمینی باز برای جوانان و کسانی که در تظاهرات بودند و اعتصاب کرده بودند سخنرانی کرد و اعلام کرد که همافرایی که زندان شدند اونها را آزاد کنند. در از همون روز باعث شد که خمینی جلسه معارفه‌ای با بازرگان بذاره که در 16 بهمن روز بعدش تشکیل دولت موقت تشکیل شد با ریاست به حساب بازرگان و همون 16 بهمن که خمینی بازرگان رو به عنوان نخست وزیر اعلام کرد کمی روحیه دولت و ارتش ضعیف شده بود و روز 17 بهمن فانتوم‌های جنگی در آسمان تهران مانوف دادند و حتی مجلس شورای ملی سخنرانی کرد بختیار در اونجا و بسیار جو آشفته شده بود. در اصل ارتش نمایندگان همه روحیشون از دست داده بودند. روز 18 بهمن بازرگان گفت که من از رهبری نهضت آزادی انصراف میدم، چون دیگه نخست وزیر شده بود، دیگه میخواست به عنوان نخست وزیر خودش رو مطرح کنه که و مردم رو هم به گونه ای نشون بده که اون نخست وزیره. روز 19 بهمن که برگزاری یک راهپیمایی شد در سراسر ایران و این باعث شده بود که جوانها، بازاریان، معلمین، پزشکان، طبقات مختلف مردم پیوند زده بودند خودشونو به خمینی و با قول خودشون با سخنرانی هایی که خمینی می کرد اظهار تمایل می کردند که هرچه سریعتر خمینی به قدرت برسه. 20 بهمن نخست وزیر بازرگان که منصوب شده بود از طرف خمینی در دانشگاه تهران با معرفی برنامه‌های دولت خودش و عده‌ای هم
از مردم که طرفداران قانون اساسی شاه فقید بودند و حمایت کردند از دولت بختیار در ورزشگاه امجدیه جمع شدند و اینجا مردم تظاهرات بسیار قوی کردند طرفداران شاه فقید، اما متاسفانه زیاد اتفاق خوبی رخ نداد. اما روز یک شنبه 21 بهمن درگیری بین نیرو هوایی و لشکر گارد شاهنشاهی و خروج تعدادی اسلحه از دوشان تپه و مسلح شدن برخی از مردم، افزایش حملات مردم به کلانتری ها، پادگان ها و افزایش ساعات حکومت نظامی اعلام شد. اعلام آمادگی بختیار در مجلس سنا برای مذاکره اعلام شد، ولی حکومت نظامی رو خمینی اعلام کرد که حکومت نظامی باطل است و مردم بیان به خیابون ها. فرمانداری نظامی هم به یکانهای تابعه دستور داد که مقررات حکومت نظامی باید انجام شه. اما در نیمه های شب همون 21 بهمن واقعی که مهم بود اتفاق افتاد، مردم حمله کردند به اسلحه سازی و سقوط اسلحه سازی و مردم اسلحه ها رو از اون کارخونه اسلحه سازی برداشتند. جمعیت بسیار زیادی اسلحه ها رو گرفتند و به پادگان‌ها حمله کردند و پادگان نیرو هوایی به دلیل اختلافی که بین مقامات ارتش و تسخیر کارخانجات و مخازن اسلحه به دست مردم افتاده بود، اوجگیری درگیری ارتش و مردم، و از اون طرف هم ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش فرو پاشید و ساعت 2:30 صبح 22 بهمن با سقوط ستاد ژاندارمری کشور واقع در خیابون 24 اسفند سقوط کرد ستاد ژاندارمری و دیگه درگیری به وجود آمد. آخرین روزی بود که مردم با داشتن اسلحه و سقوط شهربانی کل کشور و باز شدن درهای زندان قصر و خروج زندانیان و سقوط زندان و پادگان حشمتیه و صدور اعلامیه فرماندار نظامی تهران مبنی بر مراجعت نیروی نظامی به پادگانها. و اون روز روزی بود که الان تصاویرش هم دارید میبینید، تقریبا حمله کردند و خمینی پیروز شد. تنها راهی که الان مردم نیاز دارند و بتونن تا به نتیجه نهایی برسند، باید اون تجربه 10 روزی که در بهمن سال 57 خلاصه‌اش رو براتون گفتم میتواند کمکی بکنه برای پیروزی این انقلاب نوین ما و این آخوندهای کثیف رو بتونیم از ایران بیرون کنیم. تنها راهی که ما میتونیم پیروز بشیم فقط همین راه هست که ما بتونیم جاهایی که خدمتتون توضیح دادم به چگونه مردم تونستند خودشون رو مهیا کنند برای تسخیر جاهایی که الان مردم رو میکشه، و به خاطر همین هم چون من اسم نمیارم، به خاطر اینکه از نظر قوانینی که یوتیوب داره نمیشه اسمهایی رو عنوان کرد، از این جهت من این خلاصه رو گفتم که راه رسم رسیدن به پیروزی باید همین باشه که از تجربیات اون 10 روز خصوصا 2 روز آخر استفاده بکنیم و برسیم به نتیجه. وگرنه اگر قرار باشه همین جوری هر روز ما عده بیان خیابون کشته بشند و نیروهای ظالم اسلامی با داشتن اسلحه و مهمات جوانان رو بکشند، نتیجه نخواهیم گرفت. ما میتونیم از تجربیات گذشته اون چند روز قبل از پیروزی خمینی و چگونگی پیدا شدن و اتحاد، فراگیری جمعیت میلیونی در خیابون اونها و داشتن تجهیزاتی که بتونن از خودشون دفاع کنند، تنها راهش همین هست و راه دیگری به جز این به نظر من برای پیروزی نیست. امیدواریم مردم و کسانی که الان در ایران هستند و مبارزه سخت خودشون رو دارن ادامه میدند برای رسیدن به آزادی و برای پیروز شدن بر جانوران اسلامی، راههایی که خودشون نظرشون هست و میدونند کمک میکنه برای پیروز شدن رو انتخاب کنند. تا برنامه دیگر، بدرود.